دوستان عزیز و هموطنان گرامی، سلام و عرض ادب. در برنامه فعلی مصاحبه زیبایی را با محترم زلمه رزمی، نویسنده، پژوهشگر، مدیر مسئول و سردبیر نشریه تصویر انجام و حضور شما دوستان و هموطنان نازنین تقدیم می دارم. امیدوارم تا طرف توجه شما عزیزان قرار گیرد. اولین باری که یکی از نوشته هایش به نام آوارگی را در یکی از سایت های اینترنتی خواندم و کلمات شیرینی که از درد غربت در بیانش دریافتم تحت تأثیر طرز نگارش او قرار گرفتم و سپس چند اثر کوتاه پژوهشی وی را درباره تاریخچه سینما و تئاتر، زندگی نامه و کارنامه های هنری هنرمندان موسیقی کشور به خوانش گرفتم که با استقبال بی‌نظیر دوستداران هنر و فرهنگ قرار گرفت. اخیراً دیداری که در آلمان با او داشتم در یک صحبت خودمانی و کاملاً صمیمانه از خودش چنین گفت: در شهر کابل به دنیا آمدم، 57 سال عمر دارم و در لیسه امانی و انستیتوت علوم اجتماعی در پلی‌تکنیک کابل درس خواندم. دیگر چیز بیشتر ندارم که جالب باشد. در کابل در مؤسسه افغان فیلم و عیس مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینماها ایفای وظیفه می کردم و نیز به طور پراگنده چیزهایی می نوشتم و با برخی نشرات و نیز رادیو و تلویزیون همکاری قلمی داشتم. عاشق کتاب، شعر، موسیقی، فیلم، سینما و به طور کلی رشته های مختلف ادب و فرهنگ بودم. به طبیعت زیاد فکر می کردم و مداوم می اندیشیدم به این دنیای پر از آشوب و آدمایش، تا اینکه سرانجام 25 سال قبل از امروز مجبور به ترک وطنم گردیده و تا امروز به عنوان پناهنده در کشور آلمان به سر می برم. از محترم زلمه رزمی پرسیدم: چی مصروفیت در آلمان دارید؟ که چنین پاسخ ارائه نمودند: اولا سلام و سپاس صمیمانی خود در هموطنان عزیز خود در گوشی جهان که هستن تقدیم میکنم. بعد از شما تشکر که یاد ما مهاجر کردین. و اما در پاسخ سوالتان باید عرض کنم که ما از 7 سال به این طرف مدیر مسئول و سردبیر یک نشریه هستم به نام تصویر که نه تنها در امور مهاجرت نشرات داره بلکه مسائل فرهنگی و کلتوری و تاریخی هم شامل از او هست و همچنان با برخی نشرات بیرون مرزی و سایت های اینترنتی همکاری قلمی دارم. این که چی کار میکنم، مثل همه که دور خودشون میچرخن و اسمش زندگی کردن گذاشتن، اما همی که در مهاجرت آغاز جدید برای نوشتن و اندیشیدن پیدا کردیم از این بابت خوشحال هستم. از محترم زلمه رزمی تا سوال دیگر پرسیدم: شما اشاره به زندگی در غرب کردید، سوال برایم پیش آمده آیا دوری از وطن یک فرهنگی و نویسنده را از مسائل اجتماعی خودش که باعث خلاقیت او می شود دور نمی سازد؟ در جواب چنین فرمودند: مسئله مهاجرت و یا غربت انتخابی و داوطلبانه نه، بلکه اجباری است و آن را می بایست با یک دید روانشناسانه بررسی کرد. من فکر می کنم که ضربه روحی و عاطفی که یک انسان در غربت متحمل می شود جبران ناپذیر است، خصوصا آدمی با احساس و صاحب اندیشه
که ارتشاعات عصبی و اساسیت های عجیب و غریب پیدا می کند و روحش را به شدت فرسوده می سازد و اما روی دیگر است که امین بوران های ژرف روحی و عاطفی است که باعث پیدایش خلاقیت هایی می شود و کارهای سنگین تر، پخته تر و غنی تر و به قول انسان ها با درد مواجه می شود اما خیشتن را کشف می کند. برگردیم به خودتان جناب رزمی عزیز. ویدیو کلیپ های از دست نوشته های شما در فیسبوک و یوتیوب بیشتر مورد استقبال دوستداران نوشته های شما قرار گرفته و این انگیزه باعث شد تا سراغتان بیایم و در زمینه برای دوستداران نوشته هایتان معلومات های بیشتری را از زبان خودتان آماده بسازم. لطفاً بگویید که آیا آثارتان را به شکل کتاب هم به چاپ رسانیده اید؟ در جواب محترم رزمی چنین فرمودم: متاسفانه باید بگویم که ما تا به حال مطلقاً گمنام ماندیم. آثار ما بیش از چند صد مقاله ادبی، پژوهشی، طنز و غیره هست که تا کنون به شکل پراگنده یک قسمت هایش به نشر رسیده در نشریه که پیشتر یاد کردم و همچنان سایت های اینترنتی و همونطور در گذشته در داخل کشور و قسمت زیادش پیش خودم باقی است که تا هنوز به شکل کتاب به چاپ نرسیده. در آینده در نظر دارم که اگر امکانات مادی میسر شد با چاپش اقدام کنم. البته ویدیو کلیپ هایی که شما یاد کردین که از برش از نوشته های ناچیز و نارسای ما در مورد کارنامه های هنرمندان موسیقی و یا سایر هنرهای افغان کشور تهیه شده، او را همه را زحمات دوست بسیار خوب عزیز پرکار و دیپلماتور وزیری هموطنم آقای میلاد شریف هستم و نیز از همه هموطنان عزیزم که از او ویدیو کلیپ ها یا از او نوشته های ما ویدیو کلیپ ها عالی بود و روشک نیست باید از استقبال میشد، ولی از نوشته ناچیز ما کسایی که استقبال کردن ما از همشون ممنون و سپاس گذار هستم. می توانم بپرسم از کی شروع به نوشتن کردید؟ از خیلی دور و از اون قدیم بسیار پراگنده، ولی آمدن به آلمان و درد غربت بود که وادارم ساخت که تا یک کمی منظم تر بنویسم. امو بود که مسئولیت نشریه را به نام تصویر یک نشریه پیشتر عرض کردم ادبی و فرهنگی و معلوماتی در امور مهاجرت بود، او را با وحده گرفتم تا بتانم منظر همچنان همکاری خود با چندین سایت اینترنتی و همچنان چند نشریه در کانادا و بعضی کشورهای دیگه تا داخل افغانستان با اگر نشریه ما همکاری قلمی دارم. بسیار سیکن. نظرتان درباره ادبیات معاصر کشور خصوصا سالهای اخیر در بیرون مرز چیست؟ در جواب محترم رزمی چنین فرمودن: صرف نظر از احترامی که می توانم برای نویسندگان متعید معاصر کشورم قائل شوم، در این زمینه کم مشکل پسند هستم و آنچه می توانم بگویم اما خوب می نویسند، البته با استثنای من که اصلا خودم را نویسنده نمی نامم. از نظر من هر نوشته می تواند آدم را عوض کند و به شگفتی وادارد، به شرط اینکه در قالب هنری بیان شده باشد. به هر حال من فکر می کنم ادبیات معاصر راهی شکوفایی را در پیش دارد، شکوفایی بدان دلیل که جامعه افغانی یکی از بحرانی ترین ادوار را سپری می کند و امین تنش ها می تواند ادبیات ژرف و غنی را در بطن خود پرورش دهد. و در پرسش دیگر از محترم سلمی رزمی سوال نمودم
چی مشوره به نویسندگان جوان هموطنتان دارید؟ که ایشان در جواب چنین فرمودند: مشوره به نویسندگان جوان البته که حرف بسیار بلند بالایی است و من حقیر در اون مقام نیستم که از مشوره دادن حرف بزنم، ولی اگر گستاخی نکرده باشم میخوام به عنوان یک خواننده آثار نویسندگان و قلمبردستان کشور خود توجه آنها را که چیزایی می نویسند به این نکته صاحب تبریزی جلب کنم که می فرماید اگر سخن بدل از گوش بیشتر نرسد یقین شناس که از نارسایی سخن است. پس هر نوشته باید روشن و جاندار و سرشار از هیجان و شور و حرکت باشد تا خواننده را به تکان بیاره. بهترین نویسنده از نظر من کسی است که با عشق و صداقت می نویسد و فکرش آزادتر، ذوقش لطیفتر و طرز بیانش رساتر است و می تواند احساسات و پیام خود را به بهترین وجه در جملات زیبا و کوتاه تشریح و توصیف کند. بسیار تشکر، واقعا چه زیبا